سلام همه شما دوستای عزیز، من الان هوب هستم و با یک ویدیوی خیلی مفید دیگه که ویدیوی مقایسه بنر اومدم خدمت شما. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین تا بهتون توضیح بدم که آقا این بنرها اصلا ارزش بیشترن دارن یا نه. آیا شمایی که مثلا من این کاریتر رو دارم من این کاریتر رو ندارم نمیدونید بعد روی این بنر رو ویش بزنید یا نه، چی کار باید بکنید؟ حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین تا همه این نکات رو بهتون بگم که بتونید بهترین و درست‌ترین تصمیم رو برای اکانت خودتون بگیرید. بچه‌ها بنرهایی که اومدن بالا بنر کلورینت و الهیسم، من نیرو که میبینید الان هیچی ویش ندارم، نه کلورینت گرفتم نه الهیسم، صرفا پیتیم چسبید به سقف، ولی شب دیگه انشاءالله ساعت 7 توی لایو استریم ویش میبینمتون و اونجا میزنم اوکیش میکنم پریموجما رو انشاءالله. عبیسم هنوز نزدم دیگه، میزنم میارم اوکی میکنم که دیگه اونجا میگیرم یه دونه از اینا رو بالاخره. بعد نکته، حالا الان خیلیتون اول از همه سوال میپرسین که آقا کلورینت یا الهیسم، این اینجوری که آقا اصلا ویش بزنیم یا نزنیم، اگه میخوایم بزنیم کدومو بزنیم، سوال اصلی که همتون دارین. ببینین اول از همه ویش زدن یا نزدن روی این بنر، یک سوالو از خودتون بپرسین و یه نگاه به اکانت خودتون بکنین، بعدشون سوالو بپرسین آقا دی پی اس چند تا تو اکانتت داری؟ مثلا من الان بیام نگاه کنم یکی دو تا مثلا دیگه اینم دی پی اس حساب کنم 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا، مثلا من 7 تا دی پی اس دارم الان، حالا چند تا هم که کلا نخوندم. خب اگه یعنی به طور واقع گرایانه، یعنی شماها یک لول بندی داره، لول اولی اینجوری که خب هنوز اکانتتون کاراکترهای خوبی رو نداره که بتونید راحت باشه ابیس بزنید، لول دوم اینه که خب اوکی یک تعداد کاراکتر دارم، مثلا یک کمبودایی دارین، دی پی اس کم دارین، ساب دی پی اس کم دارین، ساپورت کم دارین، یوتیلیتی کم دارین، یکی از اینا رو کم دارین، این میشه لول دو که خب باید کمبوداتون رو جبران کنید. و یه لول سه ایه که میشه لایفلس های بدبختی مثل ما که همه چی دارن هیچی نمیخوان، اون دیگه سلیقه ایه، هر چی دلتون خواست برین بگیرین. یه لول 4 هم هست که آقا صرفا سیمپ های عزیز، هیچ قاعده روی اینا پیاده سازی نمیشه، هرچی دلتون میخواد بزنید به من ربطی نداره. حالا الان میای خودتو سوال کنین خیلی واقع گرایانه، آقا من اکانتم الان دی پی اس کم داره، نیاز به دی پی اس دارم. اگه اکانتت واقعا نیاز به دی پی اس داره، باید روی این بنر ویش بزنی، نه که روی بنر کلرنت، روی این بنر دوتایی باید ویش بزنی. کدومش جلوتر باز بهتون توضیح میدم. حالا نه، اگه نه میگین اوکی من 3 تا دی پی اس دارم ولی میترسم الان اینا برن دیگه کاراکتر خوبی نیاد، ببین اجازه بده من لیک های تلگرامو اینجا به شما نشون بدم، لیک اخبارن به من دیگه ربطی ندارن، خودشون نشون دادن. این فیز اوله این پچه، این فیز دومه این پچه. این خانومو میبینی ایشون فورینا هستند. خب فورینا بیسیکلی یکی از بهترین و مفیدترین کاراکترهای بازیه، یه جورایی توی هر اکانتی باشه اون اکانت یه پله میره بالا، خیلی به درتون میخوره. پس در نتیجه اگه میبینین که آقا مثلا دی پی اس داری، آقا تو نوویلت داری، آرلکینو داری، مثلا یکی دیگر اون وسط داری، ول کنین آقا بیا برو فوریناتو بگید کار زندگیت برس، آفرین مرسی. خب اینم پس از ویش نزدنه. خب حالا اوکی ما میگیم طرف میخواد ویش بزنه روی این، من روی الهیسم ویش بزنم یا روی کلورینت؟ ببین یه چیز واقعی، کلورینت ورژن ریچتر الهیسم، یا برعکس بگیم الهیسم ورژن دی پی اس مناطق محرومه. خب یعنی منظورم از این حرف چیه؟ منظور من اینه که آقا شما الهیسم با هیچی و بدون هیچ تیم خاصی میتونی راحت بیلدش کنی، یه سری 4 تا کاراکتر میذاری کنارش با هم سینرژی میگیرن میرن میزنن، ولی شما در بدترین حالت ممکنه، در کمترین نیازمندی های ممکنه، یه ناهیدا باید برای کلورینت داشته باشی. بهترین تیم کلورینت میشه کلا 5 ستاره، یعنی بهترین تیمش که مثلا بتونه خیلی پتانسیل دمش بکشه بیرون میشه بایجو، خود کلورینت، ناهیدا و فورینا، که فورینا پچه بعدیه که تو الان بیا اینجا ویشتو حروم کنی فورینا نمیتونی بگیری. الان میخوای چیکار کنی؟ تصمیماتتو بگی، درست انتخاب کن. این نکته ایه که حتما باید رعایت کنید. از اون سمت کلورینت سلاح خودشو داشته باشه، آره خیلی بهتر میشه،
ولی سلاح خودش هم نداشته باشه دمیج میزنه، ولی خب سلاح خودش یه چند پله بالاتر از بقیه سلاح هاست. در نتیجه خب الهیثم با یه آیرون استینگ کرافتی داره میزنه همه رو چپ و راست میکنه. چارت دارم از کنارش راحت میزنه، نیازی به چیز خاصی نداره الهیثم. درسته تیمای به قول گفتنی مثلا 5 ستاره هم بریزین کنارش خیلی قوی تر هم میشه، ولی خب الهیثم الان همین الانش خیلی F2P فرندلی تره. خب این واقعیتی که باید بدونید و انتخابتون انجام بدین. اگه دیگه الان فهمیدین کدوم میخواین انتخاب کنین سری ویش نزنین، یا وایس بیا ساعت 7 شب با هم دیگه ویش میزنیم. حالا اگه دیگه دارین در روزهای آینده اینو میبینین دیگه گذشته، دیگه نرسیدین استریم ویش بعدی ان شاء الله. اینم پس از کاراکترهای 5 ستاره بنر که روی کدومشون ویش بزنین. حالا آقا 4 ستاره هاشو یه صحبت کلی بزنیم بکنیم که آقا ارزش ویش زدن دارن یا نه. ببینین این دوست خوبمون ستوس گامینگو یادتونه؟ 4 ستاره‌ای بود که اومده یه جورایی تقریبا دی پی اس کری شده واسه خودش تنهایی. آقا اینم فرض کن گامینگ، فقط سبک بازی و نوع پلیش و طرز بیلد کردنش فرق میکنه، همین. خب در نتیجه اگه شما مثلا میگینی خیلی اکانتت مناطق محرومیه، بری یه الهیثم بگیری مثلا بخوای 5 ستاره شو دی پی اسش اوکی کنی، یه دی پی اس سالیدی هم بهت 4 ستاره داده. یعنی اگه اول بازی هستی برو رو الهیثم بزن که اینم در بیاری که کارت در بیاد، خیلی خوبه. این از ستوس. بعد راجع بقیه کاراکترها، توما اینطوری که خب توی یک سری از کامپا خوبه، ولی اینجوری نیست که بگیم فوق العاده عالیه، ولی بهترین کاراکتر بازی توی این بنر بنت. آقا دیگه به خاطر بنت هم شده شما حتی اگه 5 ستاره نمیخوای بنت نداری بزن بنتو بگیر، یا بزن حداقل کانس یکش هم بگیر. بنتو بگیری خیلی اکانتت پیشرفت میکنه، اینو هیچ وقت یادتون نره. بنت واقعا یکی از واجبات توی تمام اکانت هاست. اینا پس از 4 ستاره است. آقا خود بنر ارزش ویش زدن واقعا داره به نظر من، 4 ستاره شو بخوایم در نظر بگیریم و حالا دی پی اس هم بخوایم اینکلود کنیم، اوکیه. بریم سراغ بنر سلاح ها. آقا بنر سلاح ویش بزنیم یا نه؟ قبل از اون بزنین اول من یه چیزی بهتون بگم. کانس ها، ببینین نه الهیثم نیاز آنچنانی به کانس داره، نه کولرنت نیاز آنچنانی به کانس داره. جفتشون هم توی کانس چی میگن دمیج کریپ میشن قشنگ، یعنی دی پی اس کریپ میکنن میرن جلو میترکونن نمیارو. ولی خب نکتهش اینه که نه، کاراکتر بیشتر بهتره تا کانس، این واقعیتیه. مگر اینکه دیگه خیلی کاراکتر تو دوست داری میخوای هم حتما کانس هم روش بگیری. خب از اون سمت کانس باید گرفت یا نه؟ واقعا نه، ولی اگر میخواین کانس بگیرین، کانس یک و کانس دو کلورین توی دی پی اس آوتپوتش خیلی خوبه، یعنی دمیج بیشتری رو براتون خارج میکنه از کاراکتر. الهیثم کانس یک و دوش دی پی اسی هن دیگه، یعنی قشنگ دارن دمیج کاراکتراتو افزایش میدن کانساش کلن. پس کلن کانساشون هم میتونین بگیرین، ولی در صورتی بیان کانس بگیرین که نیاز آنچنانی نداشته باشین به کاراکتر دیگه، چون که ببینین بدون کانس هم دارن کار انجام میدن. من حرفم سر اینه، چرا وقتی بدون کانس کار انجام میدن حتما با کانس بگیری؟ اینو هر کی جواب داد بعد بیاد کانس هم بگیره. پس یه دونه به نظرم خودشو بگیرین کافیه. حالا دیگه کسایی هم که دیگه خیلی سیمپن اونا دیگه بحثشون جداست، خودشون تو کانس 4 5 6 7 میرن، به من ربطی نداره، کانس 7 هم میسازن تازه. بریم سراغ سلاح‌ها. ببینین شاید باورتون نشه، میخوام ترغیبتون کنم که روی بنر ویش بزنین. هیچ، یعنی خیلی وقت بود که هویوورس بنر سلاح به این خوبی نداده که سلاح‌های 4 ستارهش همشون خوب باشن غیر از یکیش. همه اینجوری پشماتون ریخته بود تا این لحظه آخر بودن غیر از یکیش. سریال گریسور در بخوایم فاکتور بگیریم تو این قضیه، ویتسیت خدا، سکریفیشال سورد خیلی خدا، مخصوصا برای سینکچوهای عزیز. یعنی سینکچوهایی که سکریفیشال سورد نداره مثل توفنگیه که بعدت با تیر چوبی شلیک میکنه. بعد استرینگلس خدا، لیتیک اسپیر هم خیلی خوبه واقعا، سلاح خیلی خوبیه. یعنی واقعا من خودم اصلا اینجوری بودم که واو، باورم نمیشه همه اینا رو کردین توی یه بنر. و اگر احیانا ویش داشتم و اینا رو نداشتم، که خب دارم، من هر کدوم دو سه تا ریفاین 5 دارم، برای همین نیازی ندارم، ولی شماهایی که اوایل بازی هستین حتما بزنین این سلاح، یه دونه حداقل ازشون بگیره، چون که خیلی کاراکترها رو براتون رام میندازن این سلاح‌ها. از سمت دیگه سلاح‌های 5 ستاره چی؟ جفتشون فوق‌العاده‌ن. حالا تو اینو بگیری بدی به الهیثم یا کلورند، یا اینو بگیری بدی به کلورند یا الهیثم، باز فرقی نمی‌کنه، جفتشون خیلی سلاح‌های قوی و پاور کریپی هستن.
پاور کریپ یعنی ترجمه خاص پاور کریپ نداره، یعنی خیلی زیادی دمیج خوب میدن اینطوری بهتون بگم. آره سلاح بنر سلاح ها واقعا بنر ورس تو پول، یعنی ارزش داره بخواین بزنین روش. پیشنهاد میکنم اگر میخواین برین برای این سلاح که مثلا حالا مین دی پی استون کنین، مخصوصا اگه دی پی اس خیلی خاصی ندارین، مثلا خود کاراکتر رو گرفتین، برین این سلاح هم بزنین یه 500 تا توش در بیارین، حیفه چون کاراکترتون هم خیلی دمیج اتوتش میره بالاتر و یه دو تا از اینا میگیرین دیگه چه شبت. آره خلاصه اینم از این نکاتی که باید میگفتم روی بنر سلاح‌ها و اینکه حالا ویش کلم بزنیم روی این بنرها نزنیم روی این بنرها. دیگه همه این نکاتی که باید رو فکر کنم کاور کردم. تنها نکته‌ای که موند این بود که خب فورینا داره پچ بعدی هم میاد، پچ بعدی که چه همین یه 20 روز دیگه این تموم بشه فورینا بالاه. فورینا رو لطفاً حتما بهش توجه کنید، خیلی کاریتر خوب و مفیدیه. همین دیگه حرف خاصی نموند، تموم شد دیگه. کل بنر رو من براتون زدم، بریک داونش کردم. خب دوستان مطمئنم که از این ویدیو بی‌نهایت لذت بردین و الان دیگه هیچ شکی ندارین ته تصمیمی که میخواین بگیرین، راحت میتونین کاریتری که میخواین ویش بزنین و بگیرین و انتخاب کنید. و در ادامه هم حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل منم سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو یادتون نره روشن کنید که هر ویدیویی گذاشتیم اولین نفری باشید که میبینین. و یه خبر دیگه هم بهتون بدم که اگه همین الان دارین ویدیو رو میبینین و ساعت قبل از هفته شب روز چندم امروز 16 حتما بریزین سری سرور دیسکورد ساعت 7 که استریم ویشو از دست ندین. توی استریمش کلی میگیم میخندیم و دور هم لذت میبریم. بازم رسیدیم به آخر یک ویدیو دیگه و بازم مثل همیشه دیگه حرف خاصی باقی نمیمونه. تا درود دیگه همه شما رو بالکان های بزرگ میسپارم. بدرود.